دفعه پیش از قدرت سیاسی حرف زدیم. حالا از ماده اصلیش حرف میزنیم. فرمان برداری. نیروی پشت قدرت سیاسی. بدون اون ستمگر قدرتی نداره. ساده است. اگه مردم اطاعت نکنن حکمران نمیتونه حکمرانی کنه. ولی در وهله اول چرا مردم اطاعت میکنن؟ 10 تا دلیل براتون معرفی میکنیم. 1. عادت. از وقتی به دنیا میایم یاد میگیریم در موقعیت اطاعت از قدرتمندها قرار بگیریم. اول اطاعت از والدین، بعد معلما، بعد رئیسمون، حتی گاهی هم از همسرمون. از روی عادت این کارو ادامه میدیم بدون اینکه بدونیم دقیقاً چرا. از بین بردن این عادت درست مثل ترک سیگار کار سختیه. باید دست از اطاعت برداریم و مرتب به خودمون یادآوری کنیم چرا این کار مهمه. 2. منفعت شخصی. با اینکه افراد ممکنه از ستمگر بیزار باشن، احتمال داره بازم ازش حمایت کنن. چرا؟ چون برای حمایت از مقامات پاداش میگیرن. پول، شغل، موقعیت‌های دانشگاهی، با این موارد منفعت شخصی افراد رو نشونه میگیرن و افرادم اطاعت کردن رو انتخاب میکنن. 3. ترس از مجازات. مردم از ترس تنبیه اطاعت میکنن. اذیت و آزار، از دست دادن شغل و اموال، حبس، شکنجه و یا حتی اعدام، روش‌هایی برای مجازات هستن. هدف از مجازات دو سوی است. مجازات افراد خاطی و ترسوندن بقیه از تخطی. 4. بخش بی تفاوتی. در جوامع زیادی بی عاطفگی دلیل اصلی دور بودن از این مسائل است. افراد به سادگی مطیع میمونن چون دور بودن از دردسر آسونه. بقیه مبارزین می جنگن. 5. فقدان اعتماد به نفس. بعد از تحمل دهه ها زورگویی افراد اعتماد به نفس برای ایجاد تغییرات از دست میدن. ولی به خودتون یادآوری کنید افراد هستند که قدرت سیاسی رو به وجود میارن. میتونین تصمیم بگیرین عمل کنین و میتونین باعث تغییرات مثبت بشین. 6. تعهدات اخلاقی. افراد زیادی بر این باورن که تمامی قوانین مورد احترامن و برای محافظت از تمامی افراد ایجاد شدن. متاسفانه این همیشه حقیقت نداره. افراد بد قوانین بد برپا میکنن و اطاعت از قانون بد اصلا اخلاقی نیست. 7. همزاد پنداری با حاکمین. گاهی افراد خودشونو با حاکم یکی میدونن. 8. عوامل فراانسانی. و گاهی افراد عوامل خداگونه و فراانسانی برای حاکمین تصور میشن. ولی در حقیقت خدا به افراد قدرت سیاسی نمیده. قدرت توسط افراد مطیع ایجاد میشه. 9. درماندگی، ناامیدی. زندگی کردن تحت سرکوب شدید باعث ایجاد درماندگی و ناامیدی در افراد میشه. باور دارن هیچ چیز تغییر نمیکنه و حس میکنن امیدی به آینده وجود نداره. 10. رفتار اکثریت. افراد با دیدن رفتار اکثریت جامعه رفتار میکنن. ولی اگه اکثریت مردم رفتار متفاوتی داشته باشن و الگوی شجاع و مثبتی برای بقیه باشن، دیگران هم رفتار خودشون رو تغییر میدن. اطاعت کردن از ترکیبی از عادت، ترس و منفعت نشأت میگیره. پس اگه میخواین جامعه رو تغییر بدین، باید جایگزینی برای این عادت‌ها به افراد ارائه بدین. باید تصویری از یه جامعه متفاوت و جسارتی برای از بین بردن این عادات ایجاد کنین. یارتون نره، این شمایید که تصمیم میگیرید اطاعت کنید یا نه. و بعد میتونید الگوی موجود از اطاعت رو نقض کنید. انتخاب با شماست. منتظر قسمت بعدی دستورالعمل مبارزه بدون خشونت باشید.